دوستای گلم مجددا سلام. این دفعه میخوام در مورد نوت‌های موسیقی صحبت بکنم. نوت‌های موسیقی که در واقع میشه گفت الفا و کلماتی که ما با اون صحبت میکنیم، الفای موسیقی هستن. اینجا براتون نوشتم ما دو مدل رایج داریم، مدل‌های دیگه هم داریم، ولی دو مدل رایج داریم در موسیقی دنیا که یه مدل هجایی هستن و یه مدل که فرانسوی هستن، ریشه فرانسوی دارن، و یه مدل هم الفبایی و یا ریشه حروف انگلیسی رو دارن. من یه توضیح براتون بدم. خب این دو ری فا سول لا سی قاعدتا توی بذارید من این قلم رو بیارم، توی دو ری می فا سول لا سی توی ایران خب خیلی استفاده میشه. ما تلاش میکنیم که به هر دو اینا مسلط بشیم. به عنوان کسایی که کار موسیقی داریم انجام میدیم لازمه که اینا رو بدونیم. پس با هم دیگه تکرار میکنیم: دو ر می فا سول لا سی، و این هی تکرار میشه دوباره مجددا. حالا در مورد اکتاف تو بخش بعدی توضیح میدم، ولی موسیقی از تکرار همین در واقع پرده هاست که با فاصله های مشخص از هم دیگه و نیم پرده ها که در درس های آتی در موردش بیشتر صحبت میکنیم تشکیل شده. پس ما در واقع هجایی رو گفتیم. در مورد انگلیسی هم ببینید، در واقع اومدن از نوت لا، در واقع ای و نوت ای رو قرار دادم، یعنی ای یعنی نوت لا. پس این دوتا با هم دیگه یک صدا میدن، فقط اسماشون متفاوته: ای بی سی دی ای اف. و شما به عنوان کسی که کار موسیقی انجام میدید باید بدونید، یعنی اینا رو باید به صورت عمودی، یعنی اسمها، و به صورت رفت و برگشت حفظ باشید. یعنی باید بدونید که اسم دیگه مثلا دو میشه سی، اینو باید تو خونه خودتون تمرین بکنید. اسم دیگه می مثلا میشه ای، حالا رندوم بنویسید. اسم دیگه سی هم میشه بی. اینو پس باید، البته خب در نتیجه تکرار این ملک ذهنتون خواهد شد، ولی خودتون باید برای خودتون هی اینو هی تکرار بکنین، امتحان بگیرید از خودتون ببینید آخر سر درست گفتید یا نه. حالا یه کوچولو اینجا با هم دیگه تمرین میکنیم: دو ر می فا سول لا سی. حالا برمیگردیم: سی لا سول فا می ر دو. تکرار کنین تا بخش بعدی.